حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز گفت که در نیویورک پیشنهادهای نسبتاً خوبی برای شکستن تحریم‌های آمریکا شده بود، اما او نپذیرفته است. پیشنهادهای نسبتاً خوبی داده شد و من میتونستم اونجا تصمیم بگیرم برای اینکه ما تحریم رو بشکنیم. متأسفانه خب شرایط یه جوری بود که آدم اطمینان بخواد بکنه به یک آدمی مثل رئیس جمهور آمریکا کار بسیار بسیار سختیه. حسن روحانی در جریان سفرش به کرمان گفته است که شاید اگر رئیس جمهوری دیگری در آمریکا به جز دونالد ترامپ در قدرت بود، تحریم‌ها همان مهر ماه لغو می‌شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود برای مذاکره با ایران نیاز به واسطه ندارد. ما نیازی به میانجی نداریم. ایران می‌خواهد اقداماتی بکند و من فکر نمی‌کنم نیازی به میانجی باشد. ایمانوئل مکرون دوست من است، اما ما به دنبال هیچ میانجیگری نیستیم. ایرانی‌ها می‌دانند با چه کسی تماس بگیرند. پس از سفر حدود دو ماه پیش رئیس جمهوری ایران و مقام‌های ارشد این کشور به نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش شماری از رهبران کشورها در آن زمان برای برقراری گفتگوی مستقیم بین رئیسان جمهوری ایران و آمریکا قوت گرفته بود. یکی از تصاویر ویدئویی منتشر شده از حاشیه این نشست‌ها حاکی از تلاش ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در همین راستا بود. اگر کشور رو ترک کنید بدون دیدن ترامپ، واقعا فرصت از دست رفت. Because he will not come back in a few months except if I don't know your project. چند ماه دیگه آقای روحانی برنمیگرده بیرون از این. President Trump will not go to Tehran. با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همواره گفته است که با آمریکا مذاکره نمی کند و این را نشانه ی قدرت می داند. بعضی خیال می کنند که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل می کند. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه می کند. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه. حسن روحانی که در واکنش به سخنان رهبر ایران گاه از مذاکره میگوید و گاهی از موضعش عقب نشینی میکند، دیروز گفته است که رایزنی ها برای رفع تحریم ها متوقف نشده است. حالا هنوز هم کشورهای واسطه هم دارن صحبت میکنن، ما هم داریم با اونا صحبت میکنیم، ما پیشنهاد میدیم، اونا پیشنهاد دادن. تقریبا در اصول ما توافق رسیدیم، شیوه اجرا، نحوه اجرا مشکل داریم. راه مذاکره رو ما رها نمی کنیم، ولی به مذاکره هم اتکا نمی کنیم. یه وقتی آدم میگه دست رو دست گذاشتم، خب ببینیم چی میشه. نه، ما کاری نداریم. مذاکره مذاکره است، جای خودش. اینجا ما باید کار کنیم، اینجا ما باید تلاش کنیم، باید دست به دست هم بدیم، وحدتمون رو باید حفظ کنیم. اونچه که از قول ترامپ نقل کردید. در ماه‌های گذشته شماری از رهبران جهان از جمله شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و عمران خان نخست وزیر پاکستان تلاش کردند تا تنش‌های بین تهران و واشنگتن را کاهش دهند. با این حال عدول ایران از تعهدات خود در برجام، به ویژه پس از افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم در راستای مرحله چهارم این اقدام تهران، موجب نگرانی شدید جامعه جهانی است که می‌تواند تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.